دوستان عزیزی توی کامنت ویدیوهای مختلف از من پرسیده بودن که حالا ما اومدیم با آمریکا برای تحصیل اقدام کردیم، حالا پذیرش هم گرفتیم، بعدش چی کار باید بکنیم، بعدش چه مسیر رو باید طی بکنیم و در نهایت چجوری میتونیم وارد بازار کار بشیم، چه مسیر رو انتخاب بکنیم، از نظر آپشن هایی که در دسترسمون هست بهتر هستش و مدارات کمتری رو شامل حالمون میکنه. پس اگه میخواین اطلاعات بیشتری در باره این مسیر داشته باشید تا انتهای ویدیو من همراه باشید. سلام دوستان، من مسعود هستم و اینجا کانال ما در شوئسا هستش. اگه شما دارین این ویدیو رو نگاه میکنید، یعنی به بحث مهاجرت، به بحث پیدا کردن پوزیشن‌های تحصیلی، به بحث گرفتن گرین کارت و در نهایت ساختن یک زندگی مناسب و ایدال در آمریکا علاقه‌مند هستید. علاوه بر اینها توی کانال من میتونید یه سری فایل هایی در مورد فوتوفن کامل مقاله نویسی رو پیدا بکنید. پس اگر این اولین باری هستش که از کانال من دیدن میکنید، لطفاً دکمه سابسکرایب رو بزنید، علامت زنگوله کانالش رو هم بزنید تا هر زمان که از این به بعد من یه ویدیو جدید ساختم برای شما یک نوتیفیکیشن ارسال میشه و شما اولین کسی هستید که تشریف میارید و اون ویدیو رو میبینید. علاوه بر اینها برای دوستانی که علاقمند هستن توی اینستاگرام و یا تو تلگرام هم من رو دنبال بکنن، من یه پیج اینستاگرام و یک کانال تلگرام دارم که آپدیتش میکنم و آدرسش رو این پایین میذارم و خوشحال میشم که اونجا هم شما رو همراه خودم داشته باشم. خب حالا بریم سر موضوع خودمون. ببینید سناریوهای مختلفی افراد دارن. مثلا اگر که شما اومدید و یه پذیرش مستر یا پذیرش دکترا گرفتید در آمریکا و حالا این مستر و دکترا مستر مجدد هست یا دکترای مجدد هست، بنابراین شما یه رزومه خوبی از قبل احتمالاً دارید. حالا یه تعداد مقاله دارید، یه تعداد سایتیشن دارید و بهترین توصیه‌ای که به شما میشه کرد این هستش که بعد از ورودتون، بعد از گذشت 90 روز از ورودتون میتونید برای گرین کارت اقدام بکنید. با توجه به رزومه‌ای که از قبل ساختین، اصلا مهم نیست که مقالات شما از ایران هست و اصلا مهم نیست که مقالات شما مال دوره قبلیتون هست. شما فقط رزومه‌تون رو برای ارزیابی میفرستید برای یک وکیل و اون وکیل به شما در واقع آفر رو میده، ارزیابی میکنه، میگه اصلا شما شانسی دارید با این رزومه برای گرفتن گرین کارت یا نه. و اگه به شما آفر داد، بهترین کار این هستش که برای گرین کارت اقدام بکنید. مهم هم نیست که سال اول هستید، سال دوم هستید، اصلا چه مدت گذشته، فقط اون 90 روز اول رو باید دقت بکنید. من قبلا یه ویدیو ضبط کردم و گفتم بچه‌هایی که با اینتنشن غیر مهاجرتی وارد آمریکا میشن باید حداقل 90 روز صبر بکنن. من آدرس اون ویدیو رو میذارم، بعد از 90 روز میتونن برای کارهای مهاجرتی اقدام بکنن. پس اگر دکترای مجدد یا مستر مجدد هستیم، بهترین توصیه به شما اینه که همون اول برای گرین کارت اقدام بکنید. خب حالا فرض بکنیم یک کسی اومده و این اولین مسترش یا اولین دکتراش هست و حالا میتونه در طول دوره رزومه برای خودش بسازه. به این فرد چه پیشنهادی میشه کرد که بعدش چجوری بکنه که به نفعش باشه، بعد از اینکه در واقع اون مدت ویزای افش تموم شد، استاتوس افش تموم شد و بعدش چه کار بکنه؟ روش‌های مختلفی پیش روش هست. یکی این هستش که مثلا بره روی ویزای H و بتونه مثلا حالا H آکادمیک بگیره و فقط توی دانشگاه بچرخه و کاراش رو انجام بده، یا از اون طریق لاتاری ویزای H در واقع صنعت رو بگیره و بتونه بره وارد بازار کار بشه. این یک روش هستش. روش دوم این هستش که برای OPT اقدام بکنه، یا همون اجازه کاری که بعد از ویزای F میدن، که اون هم برای رشته‌های معمولی یک ساله هستش، البته برای رشته STEM تا 3 سال قابل تمدیده و اون دیگه دست شما بازتر هست. دیگه میتونید برای لازم نیست حتما تو دانشگاه باشید، میتونید باهاش برید توی صنعت هم کار بکنید و کارهای مختلف، هر کاری خاصی میتونید انجام بدید. و یا اینکه تغییر استاتوس بدید، از F بیاین روی J مثلا و بریم باهاش برای پستاک اقدام بکنید. این هم یک روش هست. پس سوالا شد یا برید روی استاتوس H، یا برید روی OPT، یا برید روی استاتوس J.
و روش بعدی هم این هستش که در انتهای دورتون مثلا مونده یک سال مونده به انتهای دورتون، یک سال و نیم مونده به انتهای دورتون، سه ترم مثلا مونده و شما رزومه خوبی برای خودتون ساختید، اون موقع بیاین برای گرین کارت اپلای بکنید و زمانی که این گرین کارت در واقع 140ش حالا اپروف شد و بعدش شما رفتید 485 هم فایل کردید و به همراهش فرمای 765 و 131 رو هم فایل کردید که من برای هر کدوم از این فایل ها یک ویدئوی، هر کدوم از این فرم ها یک ویدئوی جداگانه ساختم، یه پلیلیست کامل آماده کردم، آدرسش این بالا میذارم، هر چیزی که شما بخواین در مورد گرفتن گرین کارت توی این پلیلیست هست، اینو حتما نگاه بکنید. خب اون زمان شما میتونید درخواست EAD بدید و اون EAD هستش که همراه با گرفتن گرین کارده و اون هم هیچ محدودیتی نداره و اگر 140 شما اپروف شده باشه دیگه هیچ ریسکی هم برای شما نداره و میتونید برای هر کی خواستین برید باش کار بکنید. پس در مجموع 4 تا راه پیش روی شماست. H1 که البته بستگی داره آکادمیک بگیرن یا صنعت، OPT که OPT اگر که OPT بگیرید دیگه لازم نیست تو دانشگاه بمونید، هر جا خواستین میتونید فعالیت بکنید، تغییر استاتوس به جی و گرفتن EAD همراه با گرین کارت. حالا این بحث تغییر استاتوس ها مثلا از F به H، از F به J، اینها قبلا زمان خیلی کمی می برد، مثلا 3 ماه یا 4 ماه، این مربوط هستش به زمان قبل از پندمی کرونا. در حال حاضر با توجه به اورلود کاری و خیلی اینکه در واقع نیروی کاری کم شده و پرونده یک مقدار داره طول میکشه، الان به بیشتر از 1 سال رسیده. پس اگر میخواین که روی تغییر استاتوس هم فکر بکنید، باید به این زمانی که ممکنه فاصله بیفته هم توجه بکنید و براش برنامه ریزی بکنید. یه نکته مهم دیگه که اینجا میمونه، شما وقتی میایین تو آمریکا میتونید یه PhD بگیرید، یه دکترا بگیرید، ولی این وسط به شما یه مستر هم داده میشه. شما اگر که رزومتون خوب بود و برای گرین کارت اپلای کرده بودید، یا در واقع همون EADشو گرفتید و گرین کارت رو گرفتید، یا خود EAD رو، یا برای OPT اقدام کردید، میتونید زمانی که مستر گرفتید مستر اوت بکنید، یعنی با همون مدرک مسترتون خارج بشید از دانشگاه و حالا برید به یه کمپانی که برای شما گرین کارت اپلای بکنه، برید به یه کمپانی که برای شما ویزای H بگیره و این مسیری باشه که اصلا دیگه لازم نباشه تا انتها تحصیل رو ادامه بدید توی دانشگاه. هر چقدر که حالا لول تحصیلات شما بالاتر بره، ممکنه که کاری پیدا بکنید که از نظر درآمد بالاتر باشه، اما اون آپشن های در دسترس شما معمولا کمتر میشه و مثلا شما با مدرک دکترا برای یه کار اپلای میکنه، خیلی وقتها اوور کوالیفای میشید، مثلا میگه ما خب ما برای این کار دانشجو یه فردی میخوایم که مدرک مستر داشته باشه و این فرد برامون کافیه، شما دکترا داری و حالا از نظر ما اون توانایی های شما بیشتر از اون چیزی هستش که ما نیاز داریم و این اوور کوالیفای شدن خیلی رایج هست توی کارهایی که شما توی آمریکا براش اپلای میکنید. پس به این نکته هم دقت بکنید، اگر دانشگاه و اون استاد شما با شما مشکلی نداره و اجازه میده که شما مستر اوت بکنید و شما میتونید گرین کارت بگیرید یا یک جای کاری رو پیدا کنید که براتون ویزا اپلای بکنه، حتما به این قضیه فکر بکنید با مستر اوت و برید دنبال این کار. نکته مهم دیگه این هستش که خیلی از بچه‌ها فکر میکنن که اگر برای 485 یعنی برای گرفتن گرین کارت اقدام بکنن، دیگه نمیتونن برای OPT هم اقدام بکنن. با توجه به تجربیاتی که من دارم و کیس های زیادی که در این زمینه دیدم، خیلی وقتا بوده که بچه ها پندینگ 485 داشتن، برای OPT هم اقدام کردن و OPTشون هم اپروف شده و هیچ مشکل نبوده. البته دیگه استاتوس اون نان ایمیگرنتشون، یعنی استاتوس Fشون رو دیگه نمیتونن، در اون آیتونش دیگه نمیتونن اکستند بکنن، ولی تا جایی که من دیدم مشکلی برای گرفتن OPT براشون پیش نیومده. پس دقت بکنید، این خیلی نیاز داره که بهش فکر بکنید که آیا اون I20 extend کردن برای شما مهمه یا اینکه اون OPT گرفتن براتون مهمه یا گرفتن گرین کارت در اولویت هست یا تغییر استاتوس. با توجه به اینها باید برنامه‌ریزی بکنید. من پیشنهادی که به شما میکنم این هستش که اگر تونستید رزومه برای خودتون بسازید، برای گرین کارت اپلای بکنید و بعد OPT رو هم اپلای بکنید،
OPT رو هم بگیرید داشته باشید، از EAD گرین کارت استفاده نکنید تا زمانی که 140 شما اپرو بشه و اون موقع بدون ریسک میتونه از EAD استفاده بکنید. خیلی ممنونم که تا انتهای این ویدیو من همراه بودید. در مورد این استاتوس ها، در مورد اپلای برای گرین کارت، در مورد OPT، در مورد اینا اگه هر سوالی داشتید لطفاً توی کامنت ویدیو از من بپرسید، من میخونم و با دقت بهش جواب میدم. لطفاً سوالاتتونم مرتبط اگر هست با ویدیوهای دیگه زیر همون ویدیو کامنت بذارید. شما مثلا اگر سوال مربوط به مقاله نویسی هستش میاد زیر یک ویدیو مربوط به گرین کارت میذارید، خب این من میتونم بهش جواب بدم، ولی این باعث میشه که بقیه نتونن ازش استفاده بکنن و بعد هدف این هستش که هدف از پاسخ دادن به سوالات این هستش که همه بتونن از این سوالات استفاده بکنن. پس لطفاً سوالاتتون رو زیر ویدیوهای مربوطه بپرسید و اگه این اولین باری هم هستش که از کانال من دارین دیدن میکنید، لطفاً دکمه سابسکرایب رو بزنید، علامت زنگوله کنارش رو هم بزنید تا از ویدیوهای جدید من جا نمونید. خیلی ممنونم.